خانم کبرا رضایی استاد دانشگاه با ما هستند. خانم رضایی سلام بر شما، سپاسگزارم از حضور شما در تلانیوز. باز داشته شمار از زنانی که دیروز در روز جهانی زن از سوی حکومت ایران بازداشت شده بودند و متهم شدند به تهدید به امنیت ملی این کشور، تا چه اندازه از وضع ناگوار زنان در ایران هم خبر میرسونه؟ خب اجازه میخوایم که عرض سلام داشته باشم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان برنامه شما، و بعد از او روز بین المللی وحدت بین زنان در سراسر جهان را به همه زنان در سراسر جهان تبریک بگم. و این نکته را با یه اضافه بکنم که تجلیل از 8 مارچ یا در تقویم جهانی برای همه ملت‌ها یک روز را به نام روز زن یادآوری کردن، هدفش این است که یک تقدیر سمبولیک شوه، یا اینکه ما بعضی محاول رو بگیریم و یاد ما بیایه که زنان هم در جامعه ما هستند. شاید هم برای جامعه زن، هم برای مردان، برای قانونگذاران، برای قانونسازان، برای کسانی که قانون رو تطبیق میکنن یادآوری میکنن که ما به خاطر از اینکه بخوایم یک جامعه پیشرفته داشته باشیم، یک جامعه داشته باشیم که معیارها، اصول و ارزش‌های انسانی و باورهای اخلاقی که ضمانت اجرایی و ضمانت سلامت بلند مدت یک جامعه را میتونن تامین بکنه، از آدرس زنان و جامعه میتونن تامین شوه. و ما متاسف به این هستم که بعضی موارد اینمی ذهنیتی که در پس این روز نهفته است و می هدفی که در پس تجلیل در پس درجه این روز در تقویم جهانی نهفته است، متاسفانه به حاشیه کشانده میشه. اگر ما موضوع رو بخوایم در مورد مشخصاً قضیه‌ای که در ایران اتفاق افتاده صحبت بکنیم، همون رو خواهیم که شما سوال کردیم، باید نکته رو اضافه بکنیم که ما اگر میگیم که وضعیت زنان بد هست، ما این رو باید ارزیابی بکنیم از کدام نظر بد هست، از چه نظر بد هست، نوع اعتراضی که در ایران در جریان هست چه نوع اعتراضی هست، زنان ایران چه خواستهایی دارن، تقاضا و هدف اونها چیست و معیاری که اونها برای مبارزات خودشان با توجه به وضعیت موجود تنظیم کردن و ترسیم کردن چی هست، چه دورنمایی رو برای خودشان میخواهند. آنچه که از وضعیت ایران برداشت میشه این هست که زنان ایران با حجاب اجباری، با بعضی برخوردهای اجباری که از طریق نظام اسلامی بر زنان ایران تحمیل میشه با او اعتراض دارن و خواهان آزادی‌های فردی بیشتری هستند در زندگی روزمره و در زندگی اجتماعیشان. این حق مسلمشان هست، میتونن این حق را بخواهن، ولی آنچه که نظام جمهوری اسلامی زیر چوکات اسلامی برای اونها میخواه یک چیز محدودتری هست. و متاسفانه بعضی شباهت‌های فرهنگی که بین ایران، زمین‌های فرهنگی که بین ایران و افغانستان وجود دارد، فضای مردسالار و گره‌های فرهنگی مشترکی که بین ما اونها وجود داره، بعضی شباهت ها را بین ما هم داره. خوشبختی افغانستان در این هست که خوشبختانه ما بر اساس قانون اساسی، بر اساس پالیسی ها و مقرراتی که با کدگذاری های بین المللی و با الگوبرداری هایی که از قوانین مدرن دنیا داشتیم، ما از نظر قانونی برای زن افغانستان محدودیت حجاب اجباری و خیلی بحث های اجباری تنهای آنچنانی نداریم. حکومت ایران با توجه به محدودیت هایی که داره، باز هم دست به اقدامایی میزنه که به نفع قابل قبول بر زنان در ایران نیست. حالا 14 زن را بازداشت کرده، در زندان انداخته و تا دسترسی آبسی هم به اونا فراهم نیسته. یعنی با برخورد که حکومت ایران در برابر زنان داره، وضعیت حقوق زنان در ایران واقعا چگونه است؟ مسلماً برخورد انسانی نیست. مسلماً این برخورد کسانی که خواستار آزادی‌های فردی خودشان هم نیستن، یا خواستار کسایی که به خاطر حقوق اجتماعی خودشان مبارزه می‌کنن، برخورد شایسته اونها نیست. اما اینکه نظام ایران بر اساس پالیسی‌های خودش یا بر اساس اهدافی که در منطقه برای خودش تعریف کرده و اهدافی که در درون کشور خودش برای خودش تعریف کرده، این ظلم رو و این جفا رو بر اونها روا می‌داره، لازم هست که فعالین حقوق زن در خود ایران، در سایر کشورها، در بیرون از افغانستان، ایران و خیلی فراتر از مرزها بخوایم با اونها همکاری بکنن. اما من می‌خوام بیشتر در مورد وضعیت زنان خودمان صحبت بکنم، به خاطر اینکه من نمایندگی جامعه ایران نمی‌کنم. خانم رضایی، شما به عنوان استاد دانشگاه و تحلیلگر در مورد زنان ایران اینجا صحبت می‌کنید و برنامه ما بیشتر روی موضوعات بیرون از افغانستان متمرکز است. حالا به نظام ایران در مورد مطالعه قرار بدیم، این که تا چه اندازه نظام ایران یک نظام واقعا بسته هم است برای زنان در این کشور. بله. خب نظام ایران فقط برای زنها بسته نیست. نظام ایران برای همه کسانی که افکار آزادی خواهانه دارن و علیه آنچه که نظام برای خودش به عنوان قانون و چارچوب و ختمشن تعیین کرده، برای همه اونها بسته است. نظام ایران برای مهاجرین هم بسته است. آنچه که یک مهاجر در یک کشور اروپایی حق داره، یک در کشور آمریکایی حق داره، در سایر کشورها حق داره، او حق را در نظام ایران نداره. آنچه که نظام ایران به عنوان آنچه که شما استفاده کردین، تعبیر کردین، بسته، محدود،
برای از او یک خط تو مشهایی را تعیین کرده، یک چارچوبهایی را تعریف کرده، به خاطر منافع خود نظام هست. او به منافع جامعه زنان فکر نمیکنه، او به منافع مهاجرین فکر نمیکنه، او به منافع کسانی که آزاد و خیر دارن به اونها فکر نمیکنه. او به این فکر میکنه که چگونه میتونه به دوام و به بقای نظام سیاسی خودش بیشتر کمک کنه، چطور میتونه افکار عمومی رو بیشتر تحت سیطره خودش قرار بده و چطور میتونه حاکمیت خودش و استبداد حکومتی خودش را بیشتر تامین بکنه. خانم رضایی، ولی مهم این است که در این اواخر به یک نحو اعتراضایی که در ایران صورت میگیره همه سرکوب میشه. بله. و حکومت ایران به یک نحو اصلا حراس داره از این اعتراضهایی که در ایران جاری میشه و یا هم شکل میگیره. حالا سوال دیگه این است که زنها در ایران چگونه میتونن به این خواستهای خودن برسن با توجه به نوع برخوردی که از سوی حکومت این کشور متوجه شده است؟ ببینید، چند قبل یک سری اتفاقات و جریانهای سیاسی دیگه هم در ایران اتفاق افتاد. یک سری تظاهرات مردمی علیه گرانی، علیه خیلی اتفاقات دیگه ای که در ایران اتفاق می افتاد که اونها هم در ایران اتفاق و ای از نگاه جهانی هم خیلی انعکاس پیدا کرد، اگر در خاطر شما بوده باشد. و هم و در سازمان ملل و خیلی جاها دولت آمریکا خیلی ها اعلام کردن که ما با مردم ایران هستیم. من میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم که نظام ایران فقط در مقایسه در مقابل زنان خودش با این نوع برخورد مواجه نیست، فقط با زنان این گونه برخورد نمیکنه، اما زنان به این دلیل اهمیت بیشتری میتونن در یک جامعه داشته باشن، چون پرورش دهنده نسل بعد هست. زنی که خودش اسیر هست، زنی که خودش افکار بسته ای داره، نمیتونه یک نسل آزاد خواهر تربیت بکنه. سخن یکی از بزرگان هست. بنابراین با سرکوب کردن زنان به یک نحوی جلوی آزادخواهی و تفکرهای آزادخواهانه در بقیه نسلها، در جوانترها و نسلهایی که قرار هست این زنها معلم اونها باشن، مربی اونها باشن و اونها را تربیت بکنه، حتما گرفته میشه. این پدیده کاملا طبیعی هست. اما آنچه که نظام ایران را به عنوان یک نظام سرکوبگر معرفی کرده و با همه جریانهای اجتماعی که دایه حق میکنن یا میخوان به خاطر موضوعات حقایق بکنن و اعتراض میکنن و هر نوع اعتراض را سرکوب میکنن، چه اعتراض اگر اعتراض نسبت به حجاب یک زن باشه، یک زن نسبت به حجاب خودش اعتراض داشته باشه، سرکوب میشه. اگر مردم عادی به خاطر وضعیت بازار اعتراض بکنن، اعتراض اونها سرکوب میشه. اگر دادخواهی اجتماعی و خواهان برابری اجتماعی و عدالت اجتماعی بشن، سرکوب میشه. و بک‌گراند همه اینهایی هست که نظام ایران خواستار بقای سیاسی خودش و رقابت های جدی را در منطقه و با کشورهای جهان داره و به خاطر حفظ خودش مجبور هست که این افکار آزادی خواهان سرکوب بکنن. پس تا چند اندازه فرصت برزنها در ایران وجود داره که بگ نحفه بتونن به خواستهای خود برسن، رو از نگاه به اونا دست پیدا کنن. از نگاه آموزشی، فرصت های تحصیلی که جامعه زن در ایران به دست آورده، فرصت های قابل قدری هست. آمار دقیق از ما پیش می نیست، ولی چند قبل من یک مقاله را می خواندم که دختران ایران از نگاه آموزشی به فرصت های خوب دست پیدا کردن، به تحصیلات عالی، به درجات عالی دست پیدا کردن، در شغل هایی که ما اونها رو شغل های مردانه می دانیم مثل انجینری و مهندسی حضور خیلی خوبی دارن. از این نگاه ها تانستن زنان ایران به درجات علمی خوبی دست پیدا بکنن و این به عنوان کتله از جامعه زنان جهان آمار خوبی هست. اما اینکه در مقابل آزادی های اجتماعی و آزادی های قانونی، آنچه که حق اونها هست و خودشون باید تصمیم گیرنده وضعیت زندگی خودشون بوده باشه، این برمیگرده به قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران و به آنچه که رهبران سیاسی جامعه اسلامی ایران میخوان که برای نظام خودشان تعریف بکنن. و این هم البته دور از اهداف منطقه‌ای و اهداف بین المللی که اونها برای خودشان در دراز مدت و در پلان استراتژیک خودشان تعریف کردن نیست. خب پس بازم تکرار میکنم، فرصت تا چند اندازه برای اینا است که واقعا همون آزادایی را که بعضی از خانم‌ها در ایران میخواین و معترض هستن و تا به خاطرش بازداشت میشن به او دست پیدا بکنن؟ هر مسیر نه قربانی داره، هر اعتراض قربانی داره. متاسفانه فضا طوری هست که ما نباید نمیتونیم توقع داشته باشیم هر کسی اعتراض کرد بتونه اعتراض او شنیده شود، ولی میتونه راه را و مسیر را برای یک نسل، برای یک جریان و برای گام های بعدی مساعد بسازه. مسلما چنین اعتراض هایی میتونه زمینه ساز ازی باشه که صدای اونها و یا حداقل مسیر برای کسانی که میخوان بعد از اونها راه را ادامه بدن مساعدتر شود. ولی با وضعیت که حکومت ایران روی دست گرفته و به گونه‌ای که برخورد میکنه، اگر خانم رضایی این حالت ادامه پیدا بکنه و به نحو طولانی شود، پیامدش چی میتونه باشه برای جامعه زنان ایران؟ سوال ما باقی مانده. برای زنان ایران و همچنان برای خود حکومت ایران اگر اعتراض های دیگیره به همراه داشته باشه؟ به نفع حکومت هاست که صدای مردم را بشنون، به خاطر از این که مردم و انسان هایی که در یک کشور و در یک جامعه زندگی می کنند جزء لانفک قلم را و یک کشور و یک حکومت هستند. هیچ کشوری، هیچ حکومتی بدون نظام و بدون مردم نمیتونه حکومت بکنه. اونها به خاطر از این که بخواهند حاکم باشن و حکومت داشته باشن و حکومت را اداره بکنن و حکومت در دست اونها باشه، و مردم ضرورت دارن. مردم هم حق دارن به خاطر اینکه حقوق خودشان را بیشتر مساعد بکنن و بیشتر تامین بکنن، دادخواهی بکنن برای حقوق خودشان.
اگر در دراز مدت چنین شود، پیامد از این خب مسائل منطقه‌ای و مسائل سیاسی، مسائل پیچیده این هستن، نمیتونیم پیش بینی مطلق داشته باشیم بگیم وضعیت چگونه خواهد شد، اما مسلما به نفع نظام سیاسیشان نیست. سپاسگزارم از حضور شما در جانب ما.